دولت فرانسه قانونی را تصویب کرد که هدف از آن را مقابله با افرادگرایی اسلامی و تقویت ارزش‌های جمهوریت عنوان کرده است. به گزارش شیویز به نقل از آرتی، تصویب این قانون در پی سلسله حملات اخیر سنی‌های تون رو در برخی شهرهای فرانسه صورت گرفته است. این قانون باعث تر شدن قوانین مربوط به آموزش در منزل و گفتمان نفرت انگیز می شود و بخشی از سرسل اقدامات امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه برای حمایت از ارزش های سکولاریسم محسوب می شود نخست وزیر فرانسه شامگاه چهارشنبه با ارائه این لایه جنجال برانگیز که از آن به قانون تقویت احترام به ارزش های جمهوریت نام برده دعا کرد این متن که با انتقادهای های روبرو شده علیه ادیان نیست بلکه برای دفاع از آزادی هاست. منتقدان این قانون در فرانسه و خارج از آن معتقدند که مکرون و دولتش به دنبال بهره برداری از این قانون جهت هدف قرار دادن دین اسلام هستند در حالی که آنها میگویند به دنبال مقابله با افرادگرایی و انتشار گفتمان تنفر هستند